تراسی و الان مشمع راشای الادی عقب در ادامه بحث تعبد به گرمه ها و اصحاب و عاملین اون در گمارا مسئله پساخی امداف ممته در مدبت درس خوندیم که برایت هاییست ریبی و دهنسی میفرمان امارس آدم بی سواد آسوره که گوشت بخوره چون که پاسو گفته زود تورد حبه ما و اوف این از تورای چهار پا و پرنده یعنی که هر کسی که مشغول میشه در تورا مجازه که گوش بخوره گوشت چهارپا و پرنده و هر کسی که مشغول به تورا نمیشه آسوره که بخوره گوشت چهارپا و پرنده که این صحبت عجیبی به نظر میرسه و بعد بدونیم دلیل این مطلب رو چرا ریبی داراش میکنه که از تورا آسوره برای امارس که گوشت چهارپا یا پرنده بخوره و توضیح داده رمبند مشه به نعمان در گره در قدش پرق دالت و اینگونه می فرماد اینا کشمید بارد که تمام راهاش بر اساس داوری و قضاوت دستور داده برای اینکه شیطا بکنیم چهارپا رو برای خوراک نیاز خوراک انسان در حالی که ممکن بود که اگر چنین امر خدا دستور نداده بود ما پیش خدا میگفتیم اگر نه این که بهتر بود برای ما که تغذیه بکنیم از انواع میوه ها از انواع گیاه ها و چرا حیوانی مباح بشه که بیایم اون رو عذابش بدیم سر ببریم برای خوراک در بسیار از موارد اون مواد طبیعی گیاهی سالمتر هست عوارض کمتری داره یعنی امروز هم کلی تبلیغات مختلف هست افرادی که گیاهخوار هستن افرادی که میگه مواد غذای ارگانیک باشه هیچ گونه کود شیمیایی چیزی بهش اضافه نشده باشه یا که میان فناوری میکنن گیاه ها رو یا میوه ها رو تغییر ژنتیکی در اونها ایجاد میکنن یا حتی مویو تراپی ها این جنبه های طبیعی تأکید دارن آمریم که میگن که شیطای چارپا به نیتی که آدم خواسته باشه از گوشت اون تغذیه بکنه این عذاب دادن یک موجود زنده است و سوال اینه که خدایی که همه کاراش بر سر رحمته چگونه چنین اجازه به ما داده و توضیح میده رمبن بدون که اینا همه بر اساس پایه هاییست که خداوند تو این دنیا پایه گذاری کرده خدایی که خوبی میکنه به تمام مخلوقاتش و رحم میکنه بر تمام آفریده هاش از اون که پاسخ هم میگه تو بدنا لکل و رحما و کل محساب خوب خداوند برای همگان و رحمتاش بر تمام اعمالش آفریده هاش اطلاع داده در این پاسوک که شیطای چهارپا و خوردن اونها به وسیله انسان حتما یه جنبه مفیدی برای خود حیوان هم داشته رحم و شفقت برای اونها بوده چجوری و اینگونه رمبن توضیح میده که تمام خوراکی که انسان میخوره خب برای هضمش از همین دهان شروع میشه آدم میجوه خوراکی رو له میکنه نرمش میکنه با بزاق آغشته میشه قورت داده میشه توی معده اونجا دوباره خورتر و ریستر میشه با اسید که هست و مواد دیگه که بهش اضافه میشه به سمت روده ها میره و مواد مفید اونها همه جذب میشه به خصوص توسط کبد که اونجا متابولیزه میشه و اون مواد مفیدش حالا قند روغن چربی هاست مواد ریز اون مواد معدنیش که در اون خوراکی هست جذب کل بدن میشه و باقی مونده در مسیر روده به جلو رونده میشه که تا عنوان مطبوع دفع میشه بزه پیروش و این توضیح که اشه یاسر اتادام به حخما
که خداوند خلق کرده است انسان رو با درایت، عقل چهار خو خواسته که تمام خلقت به هدفش و نهایتش برسه. این نیست که فقط آدمی که اشرف مخلوقاته اون به قله و اوج برسه، کل سیستم خلقت به اون قله و اوج برسه. و چجوری امکان پذیره؟ نگاه بکنیم تو خلقتی خدا آفریده یه سری جمادات وجود دارن، مثل سنگ، خاک، نمک، مواد معدنی هست، آب. اینا نه هیچ حرکتی خود به خود دارن، نه رشدی دارن. یه گروه بالاتر از اینا سمیخه، مثل گیاهان، درخت‌ها. اینا هم به صورت معمول از خودشون حرکت چندانی ندارن، اما قدرت رویش دارن، قدرت باروری دارن. میوه وقتی که رشد پیدا میکنه، دونه ای هسته ای چیزی تولید میکنه که دوباره توسط همون میشه یه گیاه مشابه، یه میوه مشابه تولید بشه. یه مرحله بالاتر از این خی موجودات زنده هستن، حالا از ماهی ها گرفته، پرنده ها، چارپا ها. اینا اون ویژگی های دوتا گروه قبلی رو دارن، روش میکنه، زاد و ولد میکنه، بالاتر از اون حالا حرکت داره، فعالیت داره. و در رأس همه اونها حی مدبر انسان قرار میگیره که خداوند نشاما بهش داده، قدرت تکلم بهش داده، که برسه اون نشامایی که خدا به آدم داده و ایپا به اپا میشود خواهیم ایل رو همه مللا. انسان تعقل پیدا کرده، میتونه فکر بکنه، اندیشه بکنه، این فکرشو به صورت کلام بیان بکنه. بعد جمع‌بندی بکنیم که سیستم آفرینش خدا نگاه بکنیم، گیاهان که طبقه دوم هستن جذب میکنن از جمادات، مواد معدنی، آب رو از خاک یا درخت جذب میکنه، با نور آفتاب حالا فتوسنتز میکنه، رویش پیدا میکنه. مرحله بعدی موجودات زنده هستن که اونا که مرحله سه قرار دارن، میاد گیاه رو میخوره و به واسطه که گیاه تو بدن جذب میشه، در واقع گیاه دومم رو تبدیل به گیاه کرده بود جماداتو، حالا گیاه تبدیل به موجود زنده میشه، جذب اون شده و به این وسیله قدرتاش رو، اون توانایی ها، استعدادهایی که توی جمادات بوده یا تو گیاهان بوده، توسط این که مثلا یه گاوی در نظر بگیرید، میاد علف میخوره، گیاه رو میخوره، اینا رو در وجود خود جذب کرده. اگه تا همین جا بود و خدا اجازه نمیداد که انسان از گوش تغذیه بکنه، تا این مرحله متوقف میشد. یعنی یک سری از آفریدهای خدا، جمادات، گیاهان، نهایتاً در اوجش میرسن تا اینکه در بدن و وجود یک حیوان زنده باشن. بنابراین خواسته خودش بارخو که آدم که قدرت تکلم داره و او در اوج و نهایت خلقت اشرف مخلوقاته، اجازه داشته باشه که از سایر موجودات زنده، حالا تو چارچوب که خدا گفته کدوم حلال کدوم حرام، شیطا بکن بخور، مردا نخور، اینجوری بخور اونجوری نخور، اون قدرت هایی که حالا جذب موجود زنده شده بود، از جمادات شروع شده بود، بعد رسو به گیاه، از گیاه رسو به حیوان، حالا همه اینها اون بخش مفیدش جذب بدن انسان بشه. در واقع حالا آب، نمکه، اون مواد معدنیه شده جزی از وجود آدم، گیاهه یه بخشی شده جزی از وجود آدم، همینطور در مورد اون موجود زنده. و به این وسیله یخلول سرجم میشه تمام هستی، تمام دنیا در وجود آدم. اما خب آدم هم تو که قبلا اینقدر مفصل توضیح دادیم، غذا خوردنش میتونه دو گونه باشه. یه اون قصد کنیم گرسنه میخوام بخورم دیگه، بذار بخوریم کیفشو بکنیم، لحظی مثل حیوان خوردنه. این تقدسی نبخشه، تعالی نداده. حیوان هم همینه، هر وقت گشتش میشه میره میخوره، سیر شد
ول میکنه، راه میکنه، میره یا میره الان اون چیز هم که شکار کرده قایم میکنه برای بعده بعدش. تو همین حده. اما خدا یه توقع بالاتری از انسان داره. هدفش فقط خوردن و سیر شدن، شکمبارگی نباشه. چون خوشمزه است میخورم، چون بوی خوبی داره، چشمک داره میزنه، اصلا نگاه بکن فلان. بلکه همونطور که خدا دستور داده قدوشیم تیهیو، انسان این زندگی معمولیشو، حتی اون جنبه هایی که مشترکه بین انسان و حیوان، تقدس ببخشه، بکنتش خدایی، بکنه در راه هدف خدا. الان خورد و خوراک، خوابیدن، زاد و ولده، همه اینا هست که ایوان ها دیگه هم انجام میدم. فرق آدم این میشه که آدمی که فکر میکنه که من غذا میخورم که سالم باشم، توان اجرای دستورات خدا رو داشته باشم، براخای درست میگه، سعی میکنه غذای کاشر باشه، درست باشه، این خوراکی که خورده تقدس بخشیده، ارزش بهش داده، آوردتش بالا. ولی کسی که همینجوری حالا یا کشوتش رو رعایت نمیکنه، یا درست براخا نمیگه، یا شر دیگر رو رعایت نمیکنه، یا فقط به فکر اینه که آقا شکمه پر بشه، چون هوس کردم فلان چیزو بخورم، دوست دارم فلان چیزو بخورم، اون قدوشایی نبخشیده. لحظی لحظی هم کار ایوونی رو انجام داده. حالا در مورد خودمون صحبت بکنیم. خدا تورا رو به ما داده و این توقع رو از ما داره که برتر باشه. چند فصل داریم این رو صحبت میکنیم که غذا خوردن کسی که اهل توراست باید با غذا خوردن فرد معمولی متفاوت باشه، حتی آدابی که رعایت میکنه. حالا از نتیلا گرفتن، حموسی سفرهش، میزش، کلی علاقا وجود داره که سفره کسی که اهل توراست باید چجوری باشه، شروع پلوک رو در هم ریخته و فلان هسته، نظر داشته باشه، چگونه رفتار بکنه. و در اوجش، حالا در اونا همونطور که قبلا گفتیم، در مورد گوشت قربانی هاست که گفتیم گوشت قربانی ها شبیه به ما هم بود، هیچ چیز دفعی نداشت، کل اون ماده مفید بود که جذب بدن میشد و اون نیروی روحانی ایجاد میکرد که در وجود حیوانی هم که قربانی شده، حالا یا گاوه یا گوسفند یا بزه یا معدود موردش پرنده هاست، تو وجود این موجود زنده هم از اون جمادات جمع شده، هم از گیاه ها و هم وجود خودش. مثلا نمک داره، پلان داره، یا همینطور در مورد خود مناهوت قربان پیش کشی هایی که از آر تقدیم می شد، حالا اونا تو مرحله جمادات و گیاهانه. و اینکه حالا بخشی از گوشت قربانی ها به کهنی میرسید، تو بعضی از قربانی ها مثل شلامیم، تودا، اینا به صاحب قربانی هم یه بخشی میرسید و خوردن کهنیم یا صاحبا میاره این بخش از خلقت رو، دومم، سومیخ، هی تعالیم این بخشی که برسه به نهایت و هدفش. و فقط به وسیله خوردن تلمیداخا هم، یعنی کسی که فکر میکنه که برای چی میخورم، چرا میخورم، چه جوری بخورم، این تعالی پیدا کرده. موقعی که کشوخه به کوتاب، وقتی که میخوره با اون شرایط و حالتهایی که عقل و دشوار خوب گفته که این گونه بخور، در واقع حالا دیگه همونطور که گفتیم اون نمکه، آب، جماداته یا گیاهه یا حیوانه شده جزی از وجود انسان، گشرف مخلوقاته، بخشی از وجود اون تلمید آخامه خودش. و این گونه اون سریای پایین به تیقونشون رسیدن، جمادات گیاهی یا حیوانه به تیقونشون رسیدن. الان داستانه که تو پرانتز داستانه که در مورد گیلگول نام هست شبیه به همین مورد دیگه، اون چیزی که گیلگول نشانه که گیلگول اومده بوده تو گیاه یا جمادات، یا این که با رعایت اومده براخا گفته کوانا واسه بود رابطه کرده، اونم تعالی پیدا کرده به تیقون خودش رسیده. الان اصلا تو اون بحث گیلگول ندیم، تو وجود خود سیستم آفرینش. و به این وسیله توضیح میده ربنو بحیه در سفر شولهان
سفر شوناشل اربع فصل دوم، چرا امارس آسوره که گوش بخوره؟ به خاطر اینکه اینگونه فقط وقتی که حواسش گوش خوردنش به خاطر دستور خدا نیست، به خاطر هوا حواس خودشه، داره بیرحمی میکنه به یه حیوانی، داره یه موجود زنده دیگه رو از بین میبره که خودش زنده بمونه. و کجا این بیرحمی مجاز شده؟ شنو میبیان؟ چرا که حالا بگی کسی که تو اهل توراست اونا رو به تیقون میرسونه، کسی که با اون شکل مصرف نمیکنه اونا رو به تیقون نرسونه. به همین خاطره که برای چنین فردی مجازی که بخوره فقط میوه‌جات و سبزیجات، یعنی مواد طبیعی که تو حد حالا بیرحمی به نظر نمیرسه تو میوه چیدن، حداقل اون گیاهه یا درخته اگه آخی هم میگه ما نمیشنفی، اما حیوانه دست پا میزنه، میبینی چه جوری خونش ریخته میشه، چجوری نفس های آخر رو میکشه، و تمام اینها باعث میشه که یا چهانو میسکلیم. و همه اینها از کجا نشأت گرفته که آدم از اون هدف خیلی دور بشه؟ به خاطر که آدم وقتی که نگاهش میشه فقط به هوس‌های مادی، مثل اون اقوام بت‌پرست، و متأسفانه بعضی وقتا ما هم تو این دام و تله میافتیم و فراموش میکنیم که عشق به این دنیا با عشق به عالم حبا نمیتونه تو یک جا قرار بگیره. نه، دوتا هوو هستن با هم دیگه. میگیم نگاه کن اونه چی میخوره، چه خوراکایی میخورن، چه جوری میخورن، ما چی کم داریم که نباید بخوریم، فقط بخور بخورش هدف شده. همونطور که میبینیم بعض وقتا این بحث طولانی شده، ادامه داره که بذارشتیم فرصه بعد خدمتون میگیم.